استادان بسیار زندگی های بسیار نوشته دکتر برایان الوایس ترجمه زهره زاهدی با صدای هلیا مقصودی قسمت سوم از اولین جلسه هیپنوتیزم من سه ماه و نیم می گذشت. نه تنها علائم بیماری کاترین عملا ناپدید شده بود بلکه پیشرفت او ورای یک درمان ساده بود او جاذبه یافته بود و در اطرافش انرژی آرامش بخش ساطع میشد مردم به طرفش جلب میشدند وقتی برای صرف صبحانه به کافتریای بیمارستان میرفت مرد و زن میشتافتند که با او هم غذا شوند به او میگفتند میخواستم به تو بگویم چه زیبا شده ای. او مانند یک ماهیگیر آنها را با قدرت روحی به دنبال خودش به خط میکرد. و او همان کسی بود که سالها در آن کافتریا غذا خورده بود بیان که کسی به او توجه کند. مطابق معمول در مطب به نیمه تاریک من سریعا به خواب فرو رفت. یک امارت می بینم. از سنگ ساخته شده. در بالاش یک چیز نکدار وجود داره. در یک منطقه کاملا کوهستانی خیلی مرتوبه. بیرون امارت بسیار مرتوبه. یک گاری می بینم. یه واگن میبینم که داره به جلو میره. توی واگن یونجه است. یه جور کاه یا یونجه برای خوراک حیوانات. مردهایی هم هستن. پرچم یا درفش حمل میکنن. پارچه ای که سر یه چوب باد میخوره. رنگای خیلی روشنی داره. میشنوم که درباره اعراب مغربی حرف میزنن و جنگی که در گرفته. یه جور فلز، یه چیز فلزی سرشون رو پوشونده. یه جور پوشش فلزی سر. سال 1483 یه چیزی درباره دانمارکی ها میشنوم. شاید ما داریم با دانمارکی ها می جنگی در گرفته. آیا تو هم اونجایی؟ چیزی نمی گاری ها رو می بینم هر کدوم دو چرخ دارن. دو چرخ و پشتشون هم بازه. رو بازن. دو طرفشون هم بازه. فقط به چند میله بنده. چند میله چوبی که به هم بسته شدن. یه چیز فلزی می بینم که گردنشون انداختن. فلزهای سنگین به شکل صلیب. اما گوشه هاش گرده. گوشه های سلیب هلالیه. جشن یکی از قدیسینه. شمشیر میبینم یه جور شمشیر یا خنجر دارن خیلی سنگین و لبه انتهایش خیلی سنگینه. اونا دارن آماده جنگ میشن. ببین میتونی خودتو پیدا کنی؟ به اطرافت نگاه کن شاید تو یه سرباز باشی. داری از یک جای اونها رو میبینی؟ من سرباز نیستم. من آزوغا آوردم. اینجا یه ده کرده است. نوعی ده کرده است. دوباره ساکت شد. حالا چی میبینی؟ پرچم میبینم. نوعی پرچم سفید و سرخ. سفید با صلیب سرخ. این پرچم سربازان شاهه. آیا اون پادشاه توست؟ بله. اسم شاه رو میدونی؟ چیزی نمیشنوم اون اینجا نیست میتونی نگاه کنی و ببینی چه لباسی پوشیدی به خودت نگاه کن نوعی چرم جلقهٔ چرمی بلند و کمردار روی یک پیراهن زمخت. کفشی از پوست حیوانات کفش نه بیشتر شبیه چکمه هیچکس با من حرف نمیزنه میفهمم موهات چه رنگیه کم رنگه ولی من پیرم تارهای خاکستری هم دارم احساس درباره این جنگ چیه این راه زندگی من شده در زد و خوردهای قبلی فرزندم و از دست دادم یک پسر دیگه کی رو داری؟ در خانواده چه کسی باقی مونده؟ همسرم و دخترم. پسرم رو به یاد میارم. همسرم رو میبینم. کاترین بارها هم زن بوده و هم مرد. در حالی که در زندگی فعلیش فرزندی نداشت، در زندگی های گذشتش فرزندان زیادی را بزرگ کرده بود. همسرم خیلی خسته است. اون پیره. ما بز داریم. آیا دخترت هم با تو زندگی میکنه؟ نه. اون ازدواج کرده و مدت ها قبل از پیش ما رفته. پس تو و همسرت تنها هستی؟ بله. همسرت چطوره؟ ما خیلی خسته ایم. خیلی فقیریم. آسون نبوده. نه آسون نبوده. پسرت رو از دست دادی. دلت براش تنگ میشه؟ به سادگی جواب داد. بله. اندوهش آشکار بود. موضوع رو عوض کردم. آیا تو کشاورز بودی؟ بله گندم. گندم یا چیزی شبیه به اون. آیا در این زندگی جنگ های زیادی در سرزمین تو شده با مصیبت های زیاد؟ بله. اما تو تا پیری زنده موندی؟ اونها دور از دهکده می جنگن، نه داخل دهکده. اونها باید به جایی که جنگ می کنن، سفر کنند. از چندین کوه باید بگذرن. آیا اسم سرزمین یا شهری رو که زندگی می کنی می دونی؟ نمی بینم. باید اسمی داشته باشه اما نمی بینم. آیا این دورانی بسیار مذهبیه؟ روی لباس سربازها صلیب می بینی؟ برای دیگران دورانی مذهبیه. برای من نه. والدینت مردن؟ بله. خواهر و برادر چی؟ یک خواهر دارم. زنده است. اون رو نمیشناسم. اشارش به زندگی فعلی کاترین بود. بسیار خوب. ببین آیا کسی رو در خانواده یا دهکدت میشناسی؟ اگر افراد به صورت گروهی به جسم می آمدند، احتمال داشت بتواند کسی را پیدا کند که در زندگی فعلیش خاص است. میز سنگی می بینم. کاسه می بینم. اینجا خونه منه. یه چیزی که از دانه تهیه شده چیزی زرد رنگ. ما این رو میخوریم. سعی کردم عبور را تسریع کنم. بسیار خوب این زندگی خیلی سختی بود خیلی سخت تو چی فکر میکنی؟ نجوا کرد اسب تو اسب داری؟ نه سربازها. بعضیهاشون. اغلب پیاده هستن اما اونا اسب نیستن اولاغن یا چیزی کوچیکتر از اسب تقریبا وحشی هستن تذکر دادم حالا در زمان پیش برو. تو خیلی پیری. به آخرین روز این زندگیت در پیری برو. اعتراض کرد. ولی من خیلی پیر نیستم. او هنگام سیر در زندگی های گذشته ابدا توصیه پذیر نبود. آنچه روی میداد روی میداد. من نمی توانستم خارج از خاطرات واقعی توصیه بکنم. من نمی توانستم او را وادار کنم جزئیات آنچه را که واقع شده و به خاطر می آمد تغییر دهد. با تغییر منظورم پرسیدم آیا در این زندگی اتفاق دیگه هم میافته که دانستنش برای ما مهم باشه؟ بدون احساس جواب داد اتفاق خاصی نمیافته. پس جلو برو در زمان جلو برو بزار بدونیم چه چیز باید یاد می گرفتی. آیا می دونی؟ نه هنوز اونجا هستم. آیا چیزی می بینی؟ پیش از آن که جواب بدهد یکی دو دقیقه گذشت. به نرمی نجوا کرد. من شناورم. آیا حالا اونو ترک کردی؟ بله، من شناورم. او دوباره وارد عالم روحانی شده بود. آیا حالا میدونی چه چیز رو باید یاد می گرفتی؟ این زندگی سخت دیگه ای بود که داشتی؟ نمیدونم. فقط شناورم. بسیار خوب. حالا استراحت کن. دقایق دیگری در سکوت گذشت. سپس گویی داشت به چیزی گوش می کرد بریده بریده حرف می زد. صدایش بلند و عمیق بود. این کاترین نبود. در مجموع هفت مرحله وجود داره. هفت مرحله. هر کدوم چندین سطح داره. یکی از مراحل، مرحله به یاد آوردنه. در اون مرحله شما مجازید افکارتون رو به خاطر بیارید. مجازید آخرین زندگی رو که گذروندین ببینید. اونها که در سطوح بالاتری قرار دارن اجازه دارن تاریخ رو هم ببینن. اونها میتونن برگردن و با آموزش تاریخ به ما یاد بدن. اما ما که در سطوح پایین تری هستیم فقط اجازه داریم آخرین زندگی خودمون رو ببینیم. شما دین هایی دارین که باید پرداخت بشه. اگر این دین ها رو نپردازین با خودتون به زندگی دیگه ای میبرین. تا فرصت داشته باشین به اون بپردازین. با ادای دین هاتون پیشرفت میکنین. بعضی از ارواح سریعتر از دیگران پیشرفت میکنن. وقتی در قالب مادی هستین و دارین به یک بدهی میپردازین، همه ی عمر فرصت دارین. اگر چیزی توانایی شما رو برای پرداخت اون بدهی صد کنه، باید به مرحله به آوردن برگردین و در اونجا باید صبر کنین تا روحی که به اون مدیون هستین به دیدن شما بیاد. و وقتی هر دوی شما بتونین به قالب مادی برگردین اون وقت اجازه پیدا میکنین برگردین. اما خودتون تصمیم میگیرین کی برگردین. خودتون تصمیم میگیرین برای پرداخت اون دین چه کار باید بکنین؟ زندگی های دیگرتون به خاطرتون نمیاد. فقط آخرین زندگی رو به یاد میارین. فقط ارواح سطوح بالاتر اونها که بصیرت دارن مجازن تاریخ و رویدادهای گذشته رو به خاطر بیارن. تا به ما کمک کنن به ما یاد بدن چه باید بکنیم هفت مرحله وجود داره هفت مرحله که قبل از بازگشت باید از اونها بگذریم یکی از اونها مرحله انتقاله در اونجا منتظر میمونیم در اون مرحله تعیین میشه که برای زندگی بعد چه چیزی رو با خودتون بیارین؟ همه شما یک نقطه ضعف قالب خواهید داشت. شاید طمع باشه یا شهوت اما هر چی که باشه باید دین خودتون رو به اون افراد بپردازید. بعد باید در اون زندگی بر این نقطه ضعف غلبه کنین. باید یاد بگیرین که بر طمع فائق بشین. اگر یاد نگیرین در بازگشت دوباره باید این صفت رو مثل صفات دیگه با خودتون به زندگی بعد بیارین. بار سنگین تر خواهد شد. با هر زندگی که بگذرونین و در طی اون دینهاتون هاتون رو نپردازین زندگی بعد مشکل تر خواهد شد اگر بپردازین زندگی آسون تری نصیبتون میشه به این ترتیب خودتون زندگی رو که خواهید داشت انتخاب میکنین در مرحله بعد مسئول اون زندگی خواهید بود که انتخاب کردید. خودتون انتخاب کردید. کاترین ساکت شد. ظاهرا این پیام از یک استاد نبود. او خودش را ما ارواح سطوح پایین تر در مقایسه با آن ارواح سطوح بالاتر آنها که بصیرت دارند معرفی کرده بود. اما دانشی که منتقل شد واضح و عملی بود میخواستم درباره پنج مرحله دیگر و کیفیتشان بیشتر بدانم آیا مرحله تمدید قوا یکی از این مراحل بود و مرحله یادگیری و مرحله تصمیم گیری؟ دانش و خردی که در قالب پیام ها از جانب ارواحی در ابعاد مختلف مرحله روحانی آشکار میشد نامتناقض و, و سازگار بود روش ارسال متفاوت بود جمله پردازی و نحوه گفتار فرق می کرد. پیچیدگی گفتار و کلمات تفاوت داشت اما مفهوم اصلی مرتبط و منطقی بود در حال کسب دانشی یک پارچه و سیستماتیک و معنوی بودم این دانش از عشق و امید ایمان و نو دوستی و نیکوکاری حرف میزد. این دانش پاک دامنی و فساد دین به خود و به دیگران را محک میزد. شامل زندگی های گذشته و مراحل روحی ما بین زندگی ها بود و از پیشرفت روح از طریق هماهنگی و اعتدال عشق و عقل در مسیر ارتباط درونی و اسرارآمیز با خدا حرف میزد در این راه توصیه های عملی بسیاری وجود داشت. ارزش صبر و خیشتنداری عقل در تعادل طبیعت ریشهکن کردن ترس و خصوصا ترس از مرگ ضرورت یادگیری درباره اعتماد و بخشش اهمیت آن که بیاموزیم نباید درباره دیگران قضاوت کرد و نیز نباید به زندگی کسی خاتمه داد. محاسبه و استفاده از قدرت الهام و شاید بیش از همه آگاهی بیتردید بر اینکه ما فناناپذیر هستیم. ما ورای زندگی و مرگ ورای فضا و زمان هستیم. ما همان خدایانیم و آنها ما هستند کاترین داشت به نرمی نجوا می کرد من شناورم پرسیدم در چه مرحله ای هستی؟ هیچ فقط شناورم ادوارد به من بدهی داره اون به من بدهکاره چه بدهی به تو داره؟ دانش. دانش به من بدهکاره باید چیزی به من میگفت شاید درباره خواهر دختره اسمش استفانیه. چه چیزی میخوای درباره استفانی بدونی؟ میخوام بدونم چطور میشه باهاش تماس گرفت. کاترین پیش از این هرگز درباره چنین خواهرزاده با من حرف نزده بود. پرسیدم: آیا اون خیلی به تو نزدیکه؟ نه، ولی اون میخواد که اونا رو پیدا کنه. چه کسانی رو پیدا کنه؟ گیج شده بودم. خواهرم و شوهرش رو و تنها از طریق من میتونه این کار رو بکنه. حلقه اتصال منم. اون اطلاعات لازم رو داره. شوهر خواهرم یک پزشک یک جایی در ورمونت قسمت های جنوبی ورمونت تبابت میکنه. هر وقت لازم بشه اطلاعات به من میرسه. بعدها فهمیدم خواهر کاترین و شوهر فعلیش نوزاد دخترشان را به خانواده دیگری سپرده بودند. در آن زمان هر دو نوجوان بودند و هنوز ازدواج نکرده بودند. سپردن کودک از طریق کلیسا انجام شد. بعد از آن دیگر هیچ اطلاعاتی در دست نبود. تصدیق کردم. بله. وقتی زمانش برسه. بله اون وقت به من میگن. به من میگن. چه اطلاعات دیگه ای برای تو داره؟ نمیدونم. ولی چیزهایی داره که به من بگه و چیزی به من بده کاره. چیزی که نمیدونم. پرسیدم. خسته ای؟ در پاسخ به نجوا گفت. یک دهنه اسب می بینم. به دیوار آویزونه. یک پتو می بینم که بیرون یک استبل پهنه. اونها اونجا اسب دارن. تعداد زیادی اسب دارن. دیگه چی میبینی؟ درختهای زیادی میبینم با گل های زرد. پدرم اونجاست. اون از اسب مراقبت میکنه. فهمیدم که دارم با یک کودک حرف میزنم. پدرت چه شکلیه؟ قد بلندی داره با موهای خاکستری. خودت رو هم میبینی؟ من یک بچم، یک دختر. پدر تو صاحب اون از یا فقط مراقبتشون میکنه؟ اون فقط مراقبشونه. ما همین نزدیکی زندگی میکنیم. از اسب خوشت میاد؟ بله. اسب دلخواهی داری؟ بله اسب خودم اسمش سیبه. به یاد آن زندگیش افتادم که اسمش مندی بود. اسبی به نام سیب آنجا هم ظاهر شده بود. آیا او زندگی را که قبلا تجربه کردیم دوباره تکرار می کرد؟ شاید از دیدگاه دیگری به آن نگاه می کرد. آیا پدرت اجازه می ده سوار سیب بشی؟ نه، اما می تونم بهش غذا بدم. از اون برای کشیدن گاری و کالیسکه ارباب استفاده میکنن. اون خیلی بزرگه، پاهای بزرگی داره. اگه مراقب نباشم لگدم میکنه. دیگه چه کسی با توه؟ مادرم اونجاست. یک خواهر میبینم، اون از من بزرگتره. فقط اسب ها رو میبینم. آیا در این دوران به تو خوش میگذره؟ بله از بوی استبل خوشم میاد بوی اسب ها رو حس می کنی؟ بله آن لحظه از زمان در استبل برایش بسیار خاص بود صورت خیلی نرمه اونجا سگم هست سگ های سیاه و گربه حیوانات زیادی هستند از سگا برای شکار استفاده می کنن. وقتی به شکار پرنده میرن سگ ها رو هم با خودشون میبرن آیا برای تو اتفاقی میافته؟ نه سوالم زیاد مبهم بود آیا تو در این مزرعه بزرگ میشی؟ بله مردی که از اسب ها مراقبت میکنه پدر واقعی من نیست پدر واقعی تو نیست؟ نمیدونم. اون پدر واقعی من نیست. نه. اما برای من مثل پدره. اون پدر دوم منه. با من خیلی مهربونه. چشماش سبزه. به چشمهاش نگاه کن. به چشمهای سبزش نگاه کن و ببین اون رو میشناسی. اون باهات مهربونه. تو رو دوست داره. اون پدر بزرگ منه. پدر بزرگم. اون ما رو خیلی دوست داشت. پدر بزرگم ما رو خیلی دوست داشت. اون همیشه ما رو با خودش بیرون می برد. با اون به جایی می رفتیم که بتونه مشروب بخوره. ما هم سودا می خوردیم. اون ما رو دوست داشت. سوال من او را از آن زندگی بیرون پراند و به مرحله زمیر فوق آگاه ناظرش برگرداند. او به زندگی فعلی کاترین و رابطه با پدر بزرگ فعلیش نگاه می کرد. آیا هنوز دلت براش تنگ می شه؟ به نرمی پاسخ داد بله. اما دیدی که اون قبلنم با تو بوده. داشتم توضیح می دادم و سعی می کردم ناراحتیش را به حداقل برسانم. اون با ما خیلی مهربون بود. اون ما رو دوست داشت هیچ وقت سر ما داد نمیزد. اون همیشه به ما پول میداد و ما رو با خودش می برد. ما رو دوست داشت اما اون مرد؟ بله ولی تو دوباره با اون خواهی بود. اینو میدونی؟ دونی؟ بله قبلنم با اون بودم. اون مثل پدرم نبود. اونا خیلی با هم فرق می کنند. چرا یه نفر تو رو اونقدر دوست داره و باهات اونقدر مهربونه و نفر دیگه اونقدر متفاوته چون یکی یاد گرفته دینی رو که داشته ادا کرده پدرم هنوز دینش رو ادا نکرده اون دوباره برگشته بدون اون که فهمیده باشه و یاد گرفته باشه اون ناچاره دوباره از سر بگیره تصدیق کردم. بله، اون باید دوست داشتن و ایثار رو یاد بگیره. اگه اینو نفهمه با بچه ها مثل احساسی رفتار میکنن. به جای اون که مثل آدم هایی که باید دوستشون بدارن رفتار کنند، پدرت هنوز اینو نفهمیده. میدونم. وقتی در قالب مادی هستیم از چندین مرحله باید بگذریم. درست مثل مراحل دیگه تحول. باید از مرحله جنین به مرحله نوزاد و کودک برسیم. پیش از اون که برسیم راه زیادی در پیش داریم. پیش از اون که به هدفمون برسیم. مراحل غالب مادی مشکله. مراحل سطح ستاره ای آسون تره. در اونجا فقط استراحت می کنیم و انتظار می کشیم. الان اینها مراحل مشکل هستند. در وضعیت ستاره ای چند صد وجود داره؟ پاسخ داد هفت صد. اونها چی در پی گرفتن تایید آن دو سطحی بودم که در جلسات گذشته ذکر شده بود. توضیح داد فقط دوتای اونا رو به من گفتن. مرحله انتقال، و مرحله به خاطر آوردن. با این دوتا منم آشنا هستم. باقی رو بعدها می فهمیم. من و تو همزمان با هم یاد گرفتیم. امروز درباره دین ها یاد گرفتیم خیلی مهمه. با لحنی مبهم هم اضافه کرد. من اون چیز رو به یاد میارم که باید به یاد بیارم. پرسیدم آیا این سطوح رو به یاد میاری؟ نه اونها برام مهم نیستن اونها برای تو مهم من. پیشتر هم این را شنیده بودم این برای من بود که به او کمک کنم اما بیش از آن به خودم کمک کنم باز هم بیش از آن هنوز درک نمی کردم که هدف مهمتر چه می تواند باشد. ادامه دادم. ظاهرا تو خیلی بهتر شدی. چیزهای زیادی یاد می تصدیق کرد. بله. در حال حاضر چرا اونقدر مردم به طرف تو کشیده میشن؟ چرا به طرف تو جذب میشن؟ چون از بسیاری از ترس ها خلاص شدم و میتونم به اونها کمک کنم. اونها کشش روحی نسبت به من احساس میکنن. میتونی از عهدهش بر بیای؟ واضح بود. بله. و اضافه کرد من نمیترسم. خوبه. من هم به تو کمک میکنم. جواب داد میدونم تو معلم منی کاترین از شر علائم استرابش خلاص شده بود از حد طبیعی هم سالمتر شده بود دوره های زندگیش تکراری شده بود میدانستم که داریم به نقطه پایانی می رسیم. اما در این روز پاییزی در حالی که او آماده فرو رفتن به خواب میشد، نمیدانستم که میان آن جلسه و جلسه بعدی که آخرین جلسه او بود پنج ماه فاصله میافتد. شروع کرد. کندکاری میبینم. می بینم. بعضی از اونا روی طلا انجام شده. سفال می بینم. کسانی دارن کوزه می سازن. کوزه ها سرخن از نوعی مواد خام قرمز رنگ استفاده می کنن. امارتی قهوهی رنگ می بینم. یه جور مواد ساختمانی قهوهی رنگ. ما اونجا هستیم. آیا تو در امارت قهوهی هستی یا نزدیک اون؟ من داخلش هستم. ما روی چیزهای مختلف کار می کنیم. آیا می تونی خودتو در حال کار ببینی؟ می تونی خودت رو توصیف کنی؟ چیزی سرخ، نوعی لباس سرخ بلند پوشیدم. کفش های عجیبی مثل صندل به پا دارم. موهام قهوه‌ایه. دارم مجسمه می سازم. مجسمه یک مرد. اون یه جور چوب یک عصا به دست داره بقیه دارن چیزهایی از فلز درست میکنن آیا این کارها در یک کارگاه انجام میشه فقط یک امارت یک عمارت سنگی مجسمه ای که مشغول ساختش هستی مردی با عصا میدونی کیه نه یک مرد همین اون مراقب گله است گله ها مجسمه های زیادی اینجا هستند فقط ما میدونیم اونها چه شکلی دارند مواد اولیه ی عجیبیه کار باهاش مشکله مدام خورد میشه اسم این ماده رو میدونی نمیبینم سرخه یه چیز سرخ بعد از اون که مجسمه ها رو میسازین اونها رو چیکار میکنین به فروش میرن بعضیشون رو در بازار میفروشن بعضی ها رو به اشراف مختلف میدن فقط اونهایی که بهترین ساخت رو دارن به خونه اشراف هدیه میشن بقیه رو می فروشن. آیا این شغل توست بله از اون خوشت میاد؟ بله. به این کار واردی؟ نه زیاد. من فعلا دارم یاد میگیرم. میفهمم. آیا هنوز با خانوادت زندگی میکنی؟ نمیدونم. ولی جعبه های قهوهی میبینم. تکرار کردم. جعبه های قهوهی؟ روزنه های کوچیکی دارند. هر کدوم یک ورودیه دارند و بعضی از مجسمه ها در ورودیشون قرار می گیرند. اونا از چوب ساخته شدن، نوعی چوب. باید مجسمه ها رو به اندازه اونها بسازیم. نقش مجسمه ها چیه؟ مذهبی هستن. در اونجا چه مذهبی دارین؟ بتپرستی؟ در اینجا خدایان زیادی وجود دارند. حامیان زیاد، خدایان زیاد. مردم خیلی وحشت زدن. خیلی چیزها اینجا ساخته میشه. بازی هم میسازیم. صفحه های سوراخ داره بازی. کله حیوانات در سوراخ ها جا میگیرند. چیز دیگه ای هم اونجا میبینی؟ اینجا خیلی داغه. خیلی داغ و قبارالود و شنی. در اون اطراف آب هم هست؟ بله از کوه می ریزه. این زندگی هم آشنا به نظر می رسید. کاوش کردم. آیا مردم می ترسن؟ خرافاتی هستن؟ بله. علتهای زیادی برای ترس هست. اینجا همه میترسند. منم میترسم. ما باید از خودمون محافظت کنیم. اینجا بیماری هست. باید مواظب به خودمون باشیم. چه نوع بیماری؟ چیزی داره مردم رو میکشه. خیلی از مردم دارن میمیرن. پرسیدم از آب؟ بله هوا خیلی خشکه. خیلی داغه چون خدایان عصبانی هستند و ما رو مجازات میکنن او دوباره زندگی را که در آن با مازو معالجه میکردند مرور میکرد مذهب ترس را باز شناختم مذهب اوسیریس و هیتور در حالی که از پیش پاسخ را میدانستم پرسیدم چرا خدایان عصبانی چون ما از قوانین سرپیچی کردیم اونا خشمگینند. از چه قوانینی سرپیچی کردین؟ اون قوانینی که توسط اشراف وضع شده چطور میتونین خشم خدایان رو کم کنیم؟ باید چیزهایی به خودمون ببندیم بعضی ها چیزهایی به دور گردنشون می بندن. اونا ما را از شر شیاطین حفظ می کنن. آیا خدای به خصوصی وجود داره که مردم بیشتر از همه از اون بترسن؟ اونها از همهشون می ترسن. آیا اسم هیچ یک از خدایان رو می دونی؟ اسمشون رو نمی دونم. فقط اونا رو می بینم. یکیشون بدن انسانی داره اما سرش حیوانه یکی دیگه شبیه خورشیده یکی دیگه شبیه پرنده است سیاهه اونها یک تناب سیاه به دور گردنشون میندازن آیا تو در جریان همه این اتفاقات زنده میمونی بله من نمیمیرم به یادم آمد اما اعضای خانوادت میمیرن. بله. پدرم میمیره. حال مادرم خوبه. برادر چی؟ به یادش آمد. برادرم مرده. تو چرا زنده میمونی؟ آیا دلیل خاصی داره کاری انجام دادی؟ نه. سپس مرکز توجهش را تغییر داد. ظرفی میبینم که داخلش روغنه یه ظرف سفید تقریبا شبیه مرمره مرمر سفیده یک جور لگنه داخلش روغن ریختن از اون برای تطهین سرها استفاده میکنن سرهای کاهنان بله الان وظیفه تو چیه آیا به کار تهیه روغن کمک می کنی؟ نه. من مجسمه میسازم. آیا این همون امارت قهوهیه؟ نه. این بعد از اونه. یک معبده. به دلیلی سراسیمه شد. برات مشکلی پیش اومده؟ در معبد کسی کاری کرده که خدایان رو به خشم آورده نمیدونم آیا تو بودی؟ نه نه فقط کاهنها رو میبینم اونها دارن قربانی آماده میکنن یک حیوان یک بره سرشون بدون موه سرشون اصلا مو نداره صورتشون هم نداره او ساکت شد و دقایق به کندی سپری شدند. ناگهان هوشیار شد. گویی داشت به چیزی گوش می کرد. هنگامی که شروع به صحبت کرد صدایش عمیق شد. استادی حاضر بود. فقط در این سطحه که بعضی از ارواح اجازه پیدا می کنند خودشون رو به کسانی که هنوز در قالب مادی هستند نشون بدن. اونها مجازند برگردند. البته در صورتی که کاری رو ناتمام گذاشته باشند. در این سطح ارتباط از درون هم مجازه. اما سطوح دیگه در اینجاست که شما اجازه پیدا می کنین از توانایی های روحی خودتون برای ایجاد ارتباط با ارواحی که در جسم هستند استفاده کنید. ارواح دیگه نیروی تحرک دارند و میتونن توسط نیروی تلپاتی اشیا رو حرکت بدن. فقط اگر براتون مفید باشه به این سطح خواهید رفت. اگر کاری رو نیمه تموم گذاشته باشین میتونین به انتخاب خودتون به اونجا برین و به طریقی ارتباط بگیرین. اما همه اینها برای اونه که کارها باید به انجام برسن. اگر زندگی شما به طور ناگهانی پایان گرفته باشه میتونه دلیلی برای اومدن به این مرحله باشه. بسیاری از ارواح به انتخاب خود به اینجا میان چون در اینجا مجازند اونهایی رو که هنوز در قالب مادی هستند و براشون عزیزن ببینن اما همه دلشون نمیخواد با عزیزانشون ارتباط برقرار کنند. برای بعضیها این خیلی ترسناکه کاترین ساکت شد و به نظر می رسید دارد استراحت می کند. به نرمی آغاز به نجوا کرد. نور رو می بینم. پرسیدم آیا نور به تو انرژی می ده؟ مثل شروع دوباره است. تولدی دوباره. کسانی که در قالب مادی هستند چطور این انرژی رو احساس می کنن؟ اونها چطور می تونن واردش بشن و نیرو بگیرن؟ به نرمی پاسخ داد با ذهنشون باید در وضعیت خیلی آرام قرار بگیرن تو میتونی از طریق نور نیرو بگیری از طریق نور باید خیلی آروم باشی جوری که دیگه انرژی صرف نکنی. اما تو به هر حال نیروی خودت رو تمدید می کنی. وقتی می نیرو میگیری. او در وضعیت زمیر فوق آگاه بود و من تصمیم گرفتم سوالاتم را گسترش دهم. پرسیدم تا به حال چند بار متولد شدی؟ آیا همه در زمین بوده یا در جای دیگه ای هم بوده؟ نه، همه در زمین نبوده. چه سطوح دیگه ای؟ چه جای دیگه ای رفتی؟ من کارم رو اینجا تموم نکردم. تا تمام زندگیم رو تجربه نکنم نمیتونم حرکت کنم و من هنوز تجربه نکردم. زندگی های زیادی وجود خواهند داشت تا به تمام تعهدات خودمون عمل کنیم و دین های خودمون رو بپردازیم اما تو داری پیشرفت می کنی ما همیشه پیشرفت می تا به حال چند بار روی زمین زندگی کردی؟ هشتاد و شیش بار آیا همه رو به خاطر داری؟ اگر به یاد آوردن اونها برام اهمیت پیدا کنه به یاد میارم. ما تکه ها و یا قسمت های مهمی از ده دوازده زندگی را تجربه کرده بودیم و این اواخر همانها هم تکرار میشدند. شدند. او نیازی به یادآوری حدود پنج زندگی دیگر خود نداشت. او حداقل به زعم من پیشرفت چشمگیری کرده بود. آن پیشرفتی که از این به بعد، از این نقطه به بعد انجام داد، دیگر به یادآوری زندگیهایش مربوط نبود. پیشرفت آتی او احتمالا به من یا به کمک من هم بستگی نخواهد داشت. دوباره به نرمی شروع به نجوا کرد. بعضی از مردم با استفاده از مواد مخدر به سطح ستارهی دست پیدا می کنن. اما چیزی رو که تجربه می کنن درک نمی کنن. اما به اونها اجازه داده شده عبور کنند. من درباره مواد مخدر از او سوالی نکرده بودم. او در حال آموزش بود. دانشش را تقسیم میکرد چه مشخصا پرسیده باشم و چه نپرسیده باشم. نمیتونی از نیروهای روحیت برای پیشرفت در اینجا استفاده کنی ظاهرا این نیروها در تو روز به روز قوی تر میشه تصدیق کرد بله اهمیت داره اما قدرت این نیروها به اندازه سطوح دیگه اهمیت نداره در اینجا مهم نیست این قدرت بخشی از رشد و تحوله مهم برای من یا تو؟ پاسخ داد مهم برای همه ما این استعدادها رو چطور در خودمون پرورش بدیم؟ این استعدادها با ارتباط پرورش پیدا می کنن. ارواحی هستند که قدرت بیشتری دارند و با دانش بیشتری برگشتند. اونها کسانی رو که نیاز به پیشرفت دارن پیدا میکنن و کمکشون میکنن. در سکوتی طولانی فرو رفت. زمیر فوق آگاهش را ترک کرد و به زندگی دیگری وارد شد. اقیانوس می بینم. خونه ای نزدیک اقیانوس می بینم. کشتی هایی به بندر میان و میرن. بوی دریا رو حس میکنم. تو اونجایی؟ بله. خونه چه شکلیه؟ کوچیکه چیزی شبیه برج در بالاش قرار داره. پنجره ای که از اونجا میشه دریا رو دید. نوعی تلسکوپ اونجاست از جنس برونز، چوب و برونز. آیا تو از این تلسکوپ استفاده می کنی؟ بله، برای دیدبانی کشتی ها. ما ورود کشتی های تجاری رو به ساحل اعلام می کنیم. به یادم آمد که او یک بار دیگر هم در زندگی دیگری که نامش کریستیان بود و در یک نبرد دریایی دستش زخمی شده بود، شغلش همین بود. به دنبال تایید پرسیدم آیا تو یک ملوانی؟ نمیدونم. شاید. میتونی ببینی چه لباسی پوشیدی؟ بله پیراهن سفید و شلوار کوتاه قهوه‌ای و کفش های سگک دار. در این زندگی بعدها ملوان میشم. حالا نه. میتوانست آیندهش را ببیند. اما همین موضوع باعث شد که خودش در آینه به جلو بجهد. زخمی شدم؟ خود را عقب کشید و از شدت درد به خود پیچید. دستم زخمی شده. او در واقع کریستیان بود و مجددن نبرد دریایی را تعریف می کرد. آیا اونجا انفجاری اتفاق افتاده؟ بله بوی باروت میشنوم من که از پیش نتیجه را میدانستم او را مطمئن کردم حالت خوب میشه هنوز سراسیمه بود خیلی ها دارن می میرن. بادبانا پاره شده یه قسمت از سمت چپ عرشه به کلی نابود شده پرسیدم آیا تو به حال اولت برمیگردی؟ بله باید بادبانا رو تعمیر کنیم دوختن پارچه بادبانا خیلی مشکله میتونی با دستت کار کنی؟ نه ولی دارم دیگران رو میبینم بادبان ها از جنس کرباسن دوختنشون خیلی مشکله خیلی ها مردن اونا خیلی درد میکشن خود را عقب کشید چی شد؟ درد دارم دستم دستت خوب میشه. در زمان به جلو برو. آیا دوباره دریا نوردی میکنی؟ مکس کرد. بله ما در ولز جنوبی هستیم. باید از خطوط ساحلی دفاع کنیم. چه کسانی به شما حمله کردند؟ فکر کنم اسپانیایی باشن. نافگان بزرگی دارن. من فقط کشتی رو میبینم. بنده رو میبینم. در اونجا مغازه هایی هست. در بعضی از مغازه ها شم می سازن. مغازه های کتاب فروشی هم هست. آیا هیچ وقت به مغازه کتاب فروشی میری؟ بله من کتاب ها رو خیلی دوست دارم. کتاب ها شگفت انگیزن. کتاب های زیادی می بینم. کتاب قرمز درباره تاریخ، درباره شهرها نوشته، سرزمینها، نقشه هم هست. از این کتابا خوشم میاد. مغازه کلاه فروشی هم هست. به یاد توصیف کریستیان از آبجوها افتادم. آیا جایی برای نوشیدن مشروب هست؟ بله، خیلی جاها هست. آبجو دارن، آبجوی سیاه و یه جور گوشت، گوشت گوسفند و نون. نونای بزرگ. آبجو خیلی تلخه خیلی تلخ. شراب هم دارند. میزهای بزرگ چوبی. تصمیم گرفتم او را به اسمش صدا کنم و واکنشش را ببینم. با همدلی صدایش کردم. کریستیان بیدرنگ و با صدای بلند جواب داد. بله. چی کار داری؟ خونوادت کجا هستن؟ اونها در شهر مجاور هستن. با قایق از این بندر به اونجا میریم. در خانواده چه کسی رو داری؟ یه خواهر دارم. خواهرم مری. آیا نامزدی هم داری؟ نه. هیچ کس به خصوصی در زندگی تو نیست؟ نه. من دوباره ملوانی میکنم. در های زیادی شرکت می اما طوریم نمیشه. پیر میشی؟ بله. آیا هیچ وقت ازدواج می کنی؟ یک حلقه می بینم. بچه هم داری؟ بله، پسرم. اونم ملوانی میکنه. یه حلقه، یه حلقه و یه دست. دستی که چیزی به دست داره. نمی بینم چه چیزی. حلقه در دستیه که چیزی رو سفت چسبیده. لبهایش را به هم فشرد. چی شده؟ افراد داخل کشتی بیمارند. مسمومیت غذاییه. ما غذایی خوردیم که بدبو بوده، گوشت خوک نمک سود. همچنان لبانش را به هم می فشرد. او را در زمان به جلو بردم. ناراحتیش تخفیف یافت. تصمیم گرفتم روند سکته قلبی او را دیگر تکرار نکنم. او همکنون نیز خسته بود. سه هفته تا ملاقات بعدی ما طول کشید. که سالت جزئی من و مرخصی او مسبب این تأخیر بود. کاترین در طول این مدت همچنان فرد موفقی بود اما هنگامی که جلسه من را شروع کردیم قدری مسترب به نظر می رسید. او اظهار داشت که حالش چنان خوب شده و چنان احساس بهتری دارد که دیگر فکر نمی کند هیپنوتیزم بتواند بیش از این برایش مفید باشد. البته حق با او بود. تحت شرایط عادی ما باید هفته ها قبل درمان با هیپنوتیزم را خاتمه می دادیم. ما کار را بخشی به خاطر علاقه من به پیام های استادان و بخشی به خاطر برخی مشکلات جزئی که هنوز در زندگی فعلی کاترین مقاومت می کرد ادامه دادیم. کاترین درمان شده بود و خاطرات زندگیهایش تکراری بودند. اما اگر استادان حرفهای دیگری برای گفتن به من داشتند چه؟ بدون کاترین چطور می توانستیم ارتباط برقرار کنیم؟ میدانستم که اگر اصرار کنم جلساتمان را ادامه خواهد داد اما تمایل به اصرار نداشتم با تاسف با او موافقت کردم ما درباره وقایع این سه هفته گپ زدیم اما دل و حواسم آنجا نبود پنج ماه گذشت کاترین از نظر بالینی کاملا درمان شده بود. ترس ها و استراب هایش به حد اقل رسیده بود. کیفیت زندگی و روابطش به شکل مشهودی ارتقا یافته بود. با آنکه استوارت هنوز هم در صحنه حضور داشت، کاترین دیگر همه وقتش را با او نمی گذراند. برای اولین بار پس از دوران کودکی در زندگی احساس لذت و شادی واقعی می کرد. گاهی تصادفاً یکدیگر را در راه رو یا در صف کافتریا می دیدیم. اما دیگر رسما به عنوان پزشک و بیمار با هم تماس نداشتیم. زمستان گذشت و بهار از راه رسید. او با من در مطبم قرار گذاشت. مدتی بود که خوابهای تکرار شونده‌ای می‌دید. خوابها درباره نوعی قربانی بود که به مارهایی داخل یک گودال مربوط می‌شد. مردم و از جمله خود او را وادار می‌کردند که داخل آن گودال شوند. او داخل گودال بود و سعی می کرد با فرو کردن دستهایش در دیواره شنی گودال از آن بالا بیاید. مارها درست زیر پایش بودند. در این لحظه از خواب می پرید و قلبش به شدت می تپید. علا وقفه طولانی به سرعت به خواب عمیق هیپنوتیزم فرو رفت. اسباب تعجب نبود که بلا فاصله وارد یک زندگی باستانی شد. جایی که من هستم خیلی داغه. دو مرد سیاه پوست می بینم که در نزدیکی دیوارهای سنگی سرد و مرتوب ایستادن. کلاه خود سرشون گذاشتن. دور قوزک راست پاشون یک ریسمان بسته شده. تعدادی مهره و منگوله به ریسمان بافته شده. اونها دارن با سنگ و سفال یک انبار میسازن تا در اون آرد ذخیره کنن. نوعی قلات خرد شده. قلات رو با عرابه ای با چرخهای آهنی میارن. روی عرابه یا روی قسمتی از اون حسیرهای بافته قرار داره. آب میبینم. آب خیلی آبی یک نفر مسئوله و به دیگران دستور میده انبار قله سه پله پایین تره بیرون در انبار مجسمه یکی از خدایان قرار داره اون سر حیوان یک پرنده داره و بدن انسان اون خدای فصل هاست دیوارها رو با نوعی غیر پوشوندن تا هوا داخل نشه و قلات تازه بمونه. صورتم میخاره. روی موهام مهره های آبی بستن. و برم مگس و حشرات برای همین دست و صورتم میخاره. چیز چسبناکی به صورتم میمالم که اونها رو دور کنم. بوی وحشتناکی داره. سمق یک درخته. موهام بافته است و لابلای گیس های بافتم مهره های با رشته های تلایی قرار داره. موهام سیاه پرکلاقیه. عضو خاندان سلطنتی هستم به خاطر جشن به اونجا اومدم. اومدم تا شاهد تدهین کاهنین باشم. جشنی که به مناسبت برداشت محصول به خدایان تقدیم میشه. فقط حیوانات رو قربانی میکنن نه انسانها رو. خون قرمز از سکوی سفیدی که محل قربانیه به داخل یک حوز چه سرازیر میشه. به داخل دهان یک مار بزرگ سرازیر میشه. مردان کلاهای کوچیک طلایی به سر دارن. همه پوست تیره دارند. ما بردههایی از کشورهای دیگه داریم. از کشورهای اون طرف دریا. ساکت شد و ما منتظر شدیم. گویی که این ماها بر ما نگذشته بودند. به نظر می رسید گوش به زنگ شنیدن چیزی می شود. همه چیز سریع و پیچیده است. چیزی که اونها درباره تغییر و رشد و مراحل مختلف به من میگن. مرحله آگاهی و مرحله انتقال وجود داره. ما از یک زندگی میاییم و اگر درس ها کامل شده باشند به بود دیگه ای زندگی دیگه میریم. ما باید کاملا بفهمیم. اگر نفهمیم اجازه نداریم عبور کنیم. وقتی یاد نمیگیریم درس ها رو تکرار می کنیم. ما باید همه جانبه تجربه کنیم. هم باید جنبه خواستن رو تجربه کنیم و هم دادن رو. خیلی چیزها باید یاد بگیریم. خیلی از ارواح درگیرن. ما برای همین اینجا هستیم. استادان در این مرحله منحصر به فردن. کاترین مکس کرد و سپس با صدای استاد شاعر شروع به حرف زدن کرد. او با من حرف میزد. آنچه به تو می گوییم برای اکنون است. تو باید همکنون از طریق الهام درونی خودت یاد بگیری. پس از چند دقیقه کاترین با نجوای نرم خودش به حرف درآمد. در اونجا یک نرده سیاه قرار داره. در پشتش سنگ قبره. سنگ قبر تو اونجاست. از شنیدن این تصویر با حیرت پرسیدم سنگ قبر من؟ بله میتونی نوشته ی روش رو بخونی؟ اسمش نوبله 1668 تا 1724 گلی هم روی اونه در فرانسه یا روسیه است تو اونیفرم سرخ به تنت بود از اسب افتادی یک حلقه طلایی با تصویر سر شیر به عنوان مدال. دیگر چیزی نبود. من گفته یه استاد شاعر را به این معنا تعبیر کردم که دیگر از طریق هیپنوتیزم کاترین مطلبی آشکار نخواهد شد. و این در واقع همان وضعیت بود. ما دیگر نباید جلسه ای می داشتیم. معالجه او کامل شده بود و من هر چرا که می توانستم از این سفرهای به گذشته یاد گرفته بودم. باقی آنچه در آینده قرار داشت را می باید از طریق الهام درونی خودم یاد می گرفتم. دو ماه پس از آخرین جلسه کاترین تلفن کرد و وقت خواست. گفت مطلب بسیار جالبی دارد به من بگوید. هنگامی که وارد مطب شد حضور یک کاترین جدید شاد متبسم که از او آرامشی درونی میتراوید و درون میدرخشید موجب شگفتیم شد. برای یک لحظه به کاترین قدیمی فکر کردم و اینکه در این مدت کوتاه چه پیشرفتی کرده بود. کاترین به دیدن آیریس سالسمن طالبین معروف که در خصوص دیدن زندگی های گذشته شهرت داشت رفته بود. کمی تعجب کردم. اما کنجکاوی کاترین و نیاز او را به کسب تایید بیشتر بر آنچه تجربه کرده بود درک می کردم. خوشحال بودم که برای انجام چنین کاری اعتماد به نفس لازم را داشت. وی اخیرا از طریق دوستی درباره آیریس مطالبی شنیده بود. به آیریس تلفن کرده و قرار ملاقات گذاشته بود بی که چیزی درباره آن چه در مطب به من افشا شده بود بگوید. آیریس فقط زمان و محل تولدش را از او پرسیده بود. توضیح داده بود که بر مبنای آن اطلاعات چرخی فلکی خواهد ساخت و به کمک الهام خواهد توانست جزئیاتی را از زندگی های گذشته کاترین تشخیص دهد. این اولین تجربه کاترین از طالبینی بود و نمیدانست واقعا چه انتظاری باید داشته باشد. آیریس در مقابل حیرت او اعتبار اغلب رویدادهایی را که او تحت تأثیر هیپنوتیزم کشف کرده بود تایید کرد. آیریس با نمادسازی بر روی نموداری نجومی که با شتاب زدگی انجام شد به مرور وارد وضعیت دگرگونی شد. چند دقیقه پس از ورود به این وضعیت دست به گلوی خود برد و اظهار کرد که کاترین در زندگی گذشته خفه شده و گلویش را بریدند. موضوع بریده شدن گلو در زمان جنگ اتفاق افتاده و آیریس می توانست های آتش و ویرانی ها را در چندین قرن پیش ببیند. گفته بود که کاترین هنگام مرگش مرد جوانی بوده. سپس چشمان آیریس برق زده بود و کاترین را در قالب مرد جوانی پوشیده در اونیفرم ملوانی با شلوار کوتاه سیاه و کفش هایی با سگک های عجیب توصیف کرده بود. ناگهان آیریس دست چپ او را گرفت و دردی تپنده را احساس کرد و با تعجب اظهار داشت که شیء تیزی داخل دستش شده و به آن آسیب رسانیده و جای زخم دائمی باقی گذاشته. نبردهای دریایی عظیم وجود داشته و محل آن خارج از سواحل انگلستان بوده است و همچنان به شرح یک زندگی ملوانی ادامه داده بود آیریس بخشهایی از زندگیهای دیگری را توصیف کرد زندگی کوتاه دیگری در پاریس که کاترین در جریان آن دوباره یک پسر بچه بود که در کودکی در فقر مرده است. بار دیگر یک سرخ پوست زن در سواحل جنوب غربی فلوریدا بوده است. در این زندگی او یک درمانگر بوده و پا به رحن راه می رفته. پوست تیره و چشم عجیب داشته. برای زخمها مرهم می ساخته و داروهای گیاهی درست می کرده و پیشگویی می کرده است. او از آویختن زیورالاتی با سنگهای آبی بسیار خوشش می آمده. مقدار زیادی سنگ لاجورد که با رشته سرخ رنگی به هم بافته شده بود. در زندگی دیگری کاترین یک فاحشه اسپانیایی بوده است. و با یک پیر مرد زندگی می کرده. در زندگی دیگری دختر نامش رو یک پدر ثروتمند بوده که عنوانهای زیادی داشته است. آیریس نشان خانوادگی آنها را روی لیوانهای آبخوری در یک خانه بزرگ و مجلل دیده بود. او گفت کاترین بسیار زیبا بوده و انگشتان بلند و کشیده ای داشته است. چنگ می نواخته. ازدواج او طبق توافق انجام گرفته بود. او حیوانات و به خصوص اسبها را بسیار دوست داشت و بهتر از اطرافیانش با اسبها رفتار می کرد. در یک زندگی کوتاه پسری مراکشی بوده که در کودکی در اثر بیماری مرده است. زمانی در هاییتی بوده به همان زبان صحبت می کرده و ساهره بوده است. در یک زندگی باستانی مصری بوده و در کار تشریفات مذهبی تطین در فرهنگ آن دیار بوده است. زن بوده و گیس بافته داشته است. زندگی‌های متعددی در ایتالیا و فرانسه داشته. در یکی از آنها در فلورانس زندگی می‌کرده و مشغول به امور مذهبی بوده است. سپس به سوئیس رفته و در آنجا درگیر امور مربوط به یک دیر ها شده است. زن بوده و دو پسر داشته. عاشق طلا و مجسمه های طلا بوده است و صلیب طلا به گردن میانداخته است. در فرانسه در مکانی سرد و تاریک زندانی بوده است. در زندگی دیگری آیریس کاترین را در قالب یک مرد با اونیفورم سرخ به همراه اسب و سربازان دیده است. اونیفورمش سرخ و طلایی بوده احتمالا روس بوده است. باز در زندگی دیگری یک برده اهل نوبیه در مصر باستان بوده است. در جایی دستگیر و زندانی شده. در زندگی دیگری کاترین یک مرد ژاپنی بوده و در کار کتاب و معلمی و تحقیق بوده است در مدارس کار می کرده و تا سنین پیری عمر کرده و سرانجام در یکی از آخرین زندگیهایش یک سرباز آلمانی بوده که در جنگ کشته شده است من مجذوب توصیف جزئیات دقیق رویدادهای این زندگیها توسط آیریس شده بودم تطبیق آنها با آنچه خود کاترین تحت تأثیر هیپنوتیزم به یاد آورد تکان دهنده بود زخمی شدن دست کاترین در یک نبرد دریایی و توصیف کفش و لباس او زندگی لوئیز به عنوان یک فاحشه اسپانیایی، آروندا و مراسم تطهین مصری، یوهان، مهاجم جوانی که گلویش توسط استوارت در جسم پیشینش بریده شده بود در حالی که دهکده استوارت در آتش سوخته بود. اریک، خلبان نگونبخت آلمانی همچنین تطابقهایی با زندگی فعلی کاترین وجود داشت مثلا کاترین از زیورالاتی که سنگ آبی دارند بسیار خوشش میآید مخصوصا کهربای اصل در حالی که هنگامی که به ملاقات آیریس رفته بود هیچ یک از این زیورالات را نیاویخته بود همواره از حیوانات خوشش می آمده مخصوصا اسب و گربه. با اسب و گربه بیش از انسانها احساس امنیت می کرد. و اگر قرار بود یک نقطه از جهان را برای سفر انتخاب کند فلورانس را انتخاب می کرد. این تجربیات را به هیچ عنوان نمی توانستم آزمایشات معتبر علمی بدانم. برای کنترل این متغیرها هیچ راهی وجود نداشت. اما روی داده بود و فکر می کنم ذکرشان در اینجا اهمیت دارد. نمیدانم در آن روز چه اتفاقی افتاده است از آنجا که شرح زندگی های گذشته در زمیر ناخداگاه کاترین وجود داشت. شاید آیریس ناخداگاه از طریق تلپاتی ذهن کاترین را خوانده بوده است. یا شاید آیریس واقعا قادر بوده از طریق توانایی های روحی خودش اطلاعات مربوط به زندگی های گذشته را درک کند. به هر حال این عمل انجام شده بود و هر دوی آنها اطلاعات یکسانی را از دو طریق مختلف به دست آورده بودند. را که کاترین از طریق بازگشت به گذشته به کمک هیپنوتیزم به دست آورده بود، آیریس از راه نیروهای روحی به آن دست یافته بود. افراد بسیار کمی می توانند کاری را که آیریس کرد انجام دهند. بسیاری از کسانی که ادعای داشتن قدرت های روحی دارند به سادگی از ترس مردم و از کنجکاوی آنها نسبت به ناشناخته ها بهره برداری می کنند. امروز گویی پیشگوهای تقلبی، و دارندگان جعلی قدرت روحی را در کارگاه ها می سازند و بیرون می دهند. محبوبیت کتاب مانند کتاب کشتی شکسته شرلی مکلین باعث شده است که سیلی از مدیوم های مرتبط با عالم خلصه از زمین بجوشند. بسیاری از آنها این طرف و آن طرف پرسه میزنند. حضور خودشان را در محل تبلیغ می کنند و در خلصه می و به شرکت کننده وحشت زده و به هیجان آمده عبارات مبتزل و پیش پا افتاده ای از قبیل اینکه اگر شما در هماهنگی با طبیعت قرار نگیرید طبیعت با شما هماهنگ خواهد شد ارائه می دهند. این اظهارات معمولا با صدایی مغایر با صدای عادی مدیوم و اغلب با سایه از نوعی لحجه خارجی ادا می شود. پیام ها معمولاً مبهمند و با حال و روز طیف وسیعی از مردم قابل انتباقند. معمولا پیام ها در اساس به بوتهایی از عالم ارواح مربوط می شوند که ارزیابیشان دشوار است. برای آنکه این زمین از دانش بی اعتبار نشود، بسیار اهمیت دارد که سره از ناصر جدا شود. دانشمندان معتبر رشته های رفتاری باید این مهم را به عهده بگیرند. لازم است روانپزشکان های تشخیصی را به دقت انجام دهند. بیماری های ذهنی، تمارزهای کاذب و گرایشات مربوط به اجتماع گریزی را مجزا کنند. همچنین ضروری است که آمارگران، روانشناسان و پزشکان در این ارزیابی و آزمایش های آتی دخیل شوند. از گام های مهمی که در این زمینه باید برداشته شود استفاده از روش شناسی علمی است. در علوم مختلف یک فرضیه که فرض مقدماتی درباره یک سری مشاهدات است بدون به منظور توضیح یک پدیده به وجود می آید. از آن به بعد این فرضیه باید تحت شرایط قابل کنترل آزمایش شود. نتایج این آزمایشات باید اثبات و تکرار شوند تا نظریه‌ای شکل بگیرد. هنگامی که دانشمندان نظریه‌ای به دست آوردند که صحیح به نظر برسد، باید مکررن توسط پژوهشگران آزمایش شود. و نتای جان باید یکسان باشد. تحقیقات مفصل و از نظر علمی قابل قبول دکتر جوزف بی راین در دانشگاه دوک، دکتر یان استیونسون در بخش روانپزشکی دانشگاه ویرجینیا، دکتر گرت رود اشمیدلر در کالج شهر نیویورک و پژوهشگران معتبر دیگر ثابت می کند که این کار شده نیست. تقریبا چهار سال از زمانی که من و کاترین در این تجربه باور نکردنی سهیم بودیم میگذرد. این تجربه هر دوی ما را عمیقا متحول کرده است. او هر گاهی به مطبم سر میزند که سلامی بگوید یا درباره مسئله ای که با آن مواجه است صحبت کند. او دیگر هرگز نه نیاز و نه تمایل دارد دوباره به گذشته سفر کند. چه برای رفع یک ناراحتی و چه برای اینکه دریابد اشخاص زندگیش در گذشته چه نسبتی با او داشتند. کار ما تمام شده است. کاترین اکنون آزاد است که از زندگیش لذت کامل ببرد و دیگر در قید علائم اجزاورش نیست. او به چنان احساسی از شادی و رضایت دست یافته است که هرگز گمان نمی کرد امکان پذیر باشد. او دیگر از بیماری یا مرگ نمی ترسد. اکنون زندگی برایش مفهوم و هدفی دارد که موجب شده است با خودش در تعادل و هماهنگی قرار بگیرد. از او چنان آرامش درونی تراوش می کند که بسیاری آرزو دارند اما معدودی به دست می آورند. خود را معنوی تر احساس می کند. آنچه که رویداد برای کاترین بسیار واقعی است. او به صحت آنها شک ندارد و آن را به عنوان بخشی تمام و کمال از موجودیت خود پذیرفته است. او هیچ علاقه ای به دنبال کردن تحقیقات مربوط به پدیده های روحی ندارد. احساس می کند آنچرا که خودش به هر ترتیب می داند نمی تواند از کتاب ها یا سخنرانی ها بیاموزد. کسانی که در حال مرگ هستند یا یکی از اعضای خانوادهشان رو به مرگ است از او کمک میگیرند گویی آنها به طرفش کشیده میشوند او مینشیند و با آنها حرف میزند و حال آنها بهتر می شود زندگی من هم به همان شدت زندگی کاترین تغییر کرده است بیشتر الهام می گیرم. نسبت به بخش های نهفته و محرمانه روان بیماران، همکاران و دوستانم آگاه تر شدم. ابتدا به ساکن درباره آنها چیزهای زیادی می دانم. عرضش ها و هدف های زندگیم بیشتر انسانی و کمتر حسابگرانه شدند. پیشگوها، مدیومها، درمانگران و دیگران به تعداد روزافزونی مکررن در زندگیم ظاهر می شوند و من شروع به ارزیابی سیستماتیک توانایی هایشان کردم. کارول به همراه من در حال پیشرفت است. اختصاصا در زمینه مشاوره مرگ دارای های خاصی شده است و اکنون سرپرستی یک گروه پشتیبانی برای بیماران در حال مرگ از بیماری ایدز را به عهده دارد. درس هایی که از طریق کاترین به من منتقل شد تبدیل به بخش آگاهانه ای از زندگی روزمرم شده است. یادآوری مفهوم عمیقتر زندگی و مرگ به عنوان بخشی از زندگی موجب شده است صبورتر، دلسوزتر و مهربانتر شوم. همچنین در قبال اعمالم احساس مسئولیت بیشتری می کنم. چه اعمال منفی و چه اعمال متعالی میدانم که هر عملی بهایی دارد که باید پرداخت آنچه می رود در واقع اینن باز می گردد. هنوز مقالات علمی می نویسم. در جلسات علمی سخنرانی می کنم و سرپرستی بخش روانپزشکی را به عهده دارم اما میان دو جهان ایستادم جهان عرضی و محسوس توسط حواس پنجگانه که توسط جسم و نیازهای مادی ما عرضه می شود و جهان عظیم تر سطوح غیر مادی که توسط روح و معنویات ما عرضه می شود. من میدانم که این دو جهان با هم مرتبطند که همه چیز انرژی است با این حال اغلب بسیار دور از هم به نظر می رسند. شغل من این است که این دو جهان را به هم ارتباط بدهم و وحدت آنها را با دقت و به روش علمی سندیت ببخشم. خانواده شکوفا شدند. کارول و ایمی توانایی های غیر عادی روحی یافتند و ما از سر تفنن پیشرفت بیشتر این مهارت ها را تمرین می کنیم جردن نوجوانی نیرومند و جذاب شده است. یک رهبر فطری و سرانجام من انعطاف پذیرتر شدم و گاه خواب های غیر عادی می بینم. طی چند ماه پس از آخرین جلسه کاترین زمینه های قریبی در خواب های من ظاهر شد. گاه رویای بسیار واضحی داشتم که در طی آن یا به درسی گوش می کردم و یا از مدرس سوال می کردم. در رویایم نام معلم فیلو بود. به محض بیداری گاه بخشی از موضوعات مورد بحث را به خاطر می آوردم و با شتاب می نوشتم. چند نمونه را در اینجا می آورم. اولی یک درس بود و من تأثیر گذاری پیام استادان را تشخیص دادم. عقل به کندی عمل می کند. علتش این است که دانش ذهنی که به سهولت کسب می شود باید به دانش حسی یا ناخداگاه تبدیل شود. به محض که تبدیل شود برای همیشه حک می شود. تمرین های رفتاری کاتالیزور ضروری جهت انجام این عمل است. مفهوم دانش، بدون عمل رنگ می بازد و محو می شود. دانش نظری بدون تمرین عملی کافی نیست. امروزه تعادل و هماهنگی نادیده گرفته می شود. هرچند که اساس عقل است. انسانها همه کار را به افراط می کنند. مردم اضافه وزن دارند چون پرخوری می کنند. ورزشکاران و حال خود و دیگران را نادیده میگیرند و به افراد ورزش می کنند. مردم همه چیز را به افراد قصد می کنند. زیاد خوشگذرانی می کنند. به افراد تفریح می کنند. زیاده حرف میزنند بی آنکه معنا داشته باشد. زیاد نگران میشوند. افکار افراطی فراوان است یا همه چیز یا هیچ چیز. این روش طبیعت نیست. در طبیعت اعتدال وجود دارد. جانوران به تعداد کم نابود می شوند. نسبت موجودات زنده با محیط حفظ می شود و حیوانات به تعداد زیاد نابود نمی شوند. گیاهان مصرف می شوند و بعد دوباره می رویند. منابع غذایی کاهش می آبند و سپس دوباره پر می شوند. از شکوفه ها بهره جویی می شود میوه ها خورده می شود ریشه ها ابقا می شوند نوع بشر اعتدال را نفهمیده چه رسد به اینکه به آن عمل کند راهبر انسان ها طمع و جاه طلبی است و ترس هدایتشان می کند به این ترتیب سرانجام خود را نابود خواهند کرد اما طبیعت به حیاتش ادامه خواهد داد حداقل گیاهان باقی خواهند ماند شادی حقیقتا ریشه در سادگی دارد گرایش به زیاده روی در فکر و عمل شادی را از بین میبرد افراد بر ارزش های اصولی سایه می افکند. مردمان دیندار به ما میگویند خوشبختی در سرشار کردن قلب ها از عشق، ایمان و امید است. در نیکوکاری و مهربانی است. در واقع حق با آنهاست. چنین طرز برخوردی با دیگران معمولا اعتدال و هماهنگی به دنبال دارد این یک وضعیت جمعی بودن است در چنین روزهایی آنها در وضعیت متحول شده آگاهی هستند گویی انسان تا زمانی که روی زمین است در وضعیت طبیعی خود قرار ندارد باید به وضعیت دگرگونی و تحول برسد تا خود را از عشق و نیکوکاری و سادگی سرشار کند تا پاک دامنی را احساس کند تا خود را از شر ترس های دیرینه رها کند فرد چگونه به چنین وضعیت تحولی این سیستم ارزش ها می رسد و هنگامی که برسد چگونه در این وضعیت باقی بماند پاسخ ظاهرا ساده است انسان فنا ناپذیر است و آنچه ما اکنون انجام می دهیم یادگیری درس هاست همه ما در مدرسه هستیم. اگر بتوانید فنا را باور کنید، همه چیز ساده خواهد بود. اگر بخشی از وجود انسان ابدی است که شواهد و سوابق زیادی برای چنین طرز فکری وجود دارد، پس دیگر چرا چنین به یکدیگر بد می کنیم. چرا به خاطر منافع خودمان پا بر سر دیگران می گذاریم در حالی که با این کار عملا در امتحانات رفوزه می شویم. همه ما در نهایت به یک جا خواهیم رفت. هرچند با سرعتهای مختلف. هیچ کس بزرگتر از دیگری نیست درسها را مد نظر داشته باشید از نظر ذهنی پاسخها همیشه در دسترس بودند اما باید با عمل به آنها تحقق بخشید باید با حس کردن و عمل به مفهوم آنها برای همیشه در ناخداگاهمان حک کنیم کلید طلایی همین است حفظ کردن مفاهیم مذهبی در مدرسه های روز یک شنبه کافی نیست بیان خدمت بدون عمل کردن به آن ارزشی ندارد خواندن و حرف زدن درباره عشق و نیکوکاری و ایمان آسان است اما انجام آن احساس آن نیازمند وضعیت متحول شده آگاهی است وضعیت های مشابه گذرایی که به وسیله تحریکات و القاعات مواد مخدر، الکل یا هیجانات ناگهانی دست دهد بیفاید است. وضعیت ماندگاری که با دانش و درک میتوان به آن دست یافت ارزشمند است. این وضعیت با رفتارهای مادی ابقا می شود. با عمل کردن و نیاز داشتن. با تمرین کردن. باید مفهومی تقریبا عرفانی را با تمرین مداوم به عمل آشنای هر روزه مبدل کنیم. به یک عادت مبدل کنیم بفهمیم که هیچ کس از دیگری بزرگتر نیست آن را احساس کن کمک کردن به دیگران را تمرین کن ما همه در یک قایق پارو میزنیم اگر همه با هم پاروها را نکشیم به طرز وحشتناکی تنها خواهیم شد. در شب دیگری در رویایی متفاوت پرسشی داشتم. چگونه است که میگویی همه برابرند؟ در حالی که تناقضات بر صورتمان سیلی میزنند. نابرابری در پاک دامنی، در اعتدال، در مسائل مالی، در حقوق، در توانایی ها و استعداد ها، در درک و شعور، در ظرفیت ریاضی و بی نهایت. پاسخ به استعاره بود. فرض کن در درون هر کسی یک الماس بزرگ قرار دارد. الماسی به طول سی سانتی متر را تصور کن. این الماس هزاران تراش خورده است. اما این تراش ها با چرک و غیر پوشیده است. این وظیفه روح است که تراش ها را یکی یکی پاک کند تا سطح الماس درخشان شود و بتواند رنگ های یک رنگین کمان را منعکس کند. اکنون بعضی از انسان ها بسیاری از تراش هایشان را پاک کردند و نورشان می درخشد. دیگر تنها چند تراش را پاک کردند هنوز به آن درخشندگی نیستند. با این حال همه آدم ها در سینهشان الماس درخشانی دارند که هزار تراش درخشان دارد. الماس کامل است. هیچ خش و ترکی ندارد. تنها تفاوت میان آدمها مربوط به تعداد تراش های پاک شده است. اما همه ها یکی هستند و همه کاملند هنگامی که همه تراشها پاک شد و در طیفی از نور به درخشش درآمد، الماس، به همان انرژی خالص که از آن آمده بود باز می گردد. نورها باقی میمانند، مانند. چنان که گویی روند ساختن الماس معکوس شود. همه آن فشارها تخلیه می شود. انرژی خالص در رنگین کمان نور ها وجود دارد و نور دارای آگاهی و دانش است. فراموش نکن. همه الماس ها کاملند. گاه پرسش ها پیچیده و پاسخ ها سادند. در رویایی پرسیدم وظیفه من چیست؟ میدانم که می توانم مردمی را که درد میکشند معالجه و درمان کنم. تعداد آنها از توان من بیشتر است. من خستم. با این حال آیا می توانم نه بگویم در حالی که آنها به من احتیاج دارند و من می توانم کمکشان کنم؟ آیا درست است که بگویم نه دیگر کافی است پاسخ این بود نقش تو این نیست که نجات غریق باشی آخرین نمونه ای که اظهار خواهم داشت پیامی است خطاب به همه روانپزشکان حدود ساعت شش صبح از خوابی بیدار شدم که در آن داشتم برای گروه کسیری از روانپزشکان سخنرانی می کردم. در شتاب برای مصرف دارو در روانپزشکی مهم است که روش های مرسوم را کنار نگذاریم و تعالیم حرفهمان را هر چند گاه مبهم ترک نکنیم ما کسانی هستیم که هنوز با صبوری و علاقه با بیمارانمان حرف میزنیم ما هنوز برای این کار وقت صرف میکنیم ما کمک میکنیم شناخت بیماری درک شود با تفاهم و مکاشفاتی که در اثر شناخت خود آید می شود درمان می کنیم نه با اشعه لیزر ما برای درمان از امید استفاده می کنیم امروزه و در این دوران سایر رشته های پزشکی چنین روش های درمانی را بسیار غیر مؤثر، وقتگیر و غیر قابل استناد ارزیابی می کنند. آنها ترجیح می دهند حرف آخر را تکنولوژی بزند. شیمیایی خون تولید شده به وسیله کامپیوتر با شیمیایی شخص پزشک یا بیمار ترکیب شود که به این ترتیب بیمار درمان می شود و رضایت پزشک هم جلب می شود در پزشکی استفاده از روش های آرمانی و اخلاقی که موجب ارزای فرد می شود زمینه را به روش های اقتصادی، مؤثر منظوی کننده و رضایت کش میبازد در نتیجه همکاران ما به طور روزافزونی احساس انزوا و افسردگی می کنند. بیماران هم احساس شتاب زدگی خلع و بیتوجهی می کنند. ما باید از شیفتگی در قبال تکنولوژی بپرهیزیم. در مقابل باید برای همکارانمان الگوی انجام وظیفه باشیم ما باید نشان دهیم که چگونه شکیبایی تفاهم و علاقه هم به بیمار و هم به پزشک کمک می کند. صرف اوقات بیشتری برای حرف زدن، یاد دادن، بیدار کردن امید، و انتظار بهبودی این کیفیات نیمه فراموش شده پزشک به عنوان درمانگر باید از این خصوصیاتی که در ما هست استفاده کنیم و برای همکارانمان نمونه باشیم تکنولوژی عالی در انجام پژوهش ها و در ارتقاء درک و دانش بشر نسبت به بیماری ها بسیار مفید است می تواند یک ابزار فوق العاده ارزشمند در خدمت پزشکی باشد اما هرگز نخواهد توانست جایگزین روش ها و خصوصیات فردی و ذاتی یک پزشک واقعی شود روانپزشکی می تواند صاحب مقام ترین تخصص های پزشکی باشد ما آموزگاران هستیم ما نباید این نقش را به قیمت جذب و ادغام با تکنولوژی از دست بدهیم حداقل اکنون نباید از دست بدهیم من هنوز چنین خوابهایی می بینم. هرازگاهی پیش می آید. اغلب در حالت مراقبه یا گاهی هنگام رانندگی در بزرگ راه یا حتی در حالت رؤیای در بیداری عبارات و افکار و تجسماتی ناگهان به ذهنم خطور می کنند. اینها اغلب با محتویات زمیر خداگاه و طرز فکر عادی و تصوراتم متفاوتند. آنها زمان دارند و سوالات یا مشکلاتی را که در آن هنگام دارم حل می کنند. آنها را در درمانها و زندگی روزمرم مورد استفاده قرار می دهم. این پدیده ها را به حساب گسترش توانم در دریافت الهام می گذارم و به من دل و جرأت می دهد. اینها برای من علامت هایی هستند که مرا به مسیر درست هدایت می کنند حتی اگر راه درازی در پیش داشته باشم. به رویاها و الهاماتم گوش می کنم. وقتی ترتیب اثر می دهم گویی همه چیز به جای خودش می نشیند. وقتی به آنها عمل نمی کنم چیزی به طور یک نواخت ناهنجار عمل می کند. هنوز استادان را در اطرافم احساس می کنم. هنوز به یقین نمیدانم که آیا رویاها و الهاماتم از آنها تأثیر میگیرد یا نه. اما تصورم این است که تأثیر می گیرد. خاتمه اکنون کتاب به آخر رسیده است. اما داستان همچنان باقی است. کاترین مداوا شد و علائم اولیش هرگز عود نکرد. من در هدایت بیمارانم به گذشته بسیار دقت می کنم. در این راه از طریق علائم سوور فلکی بیمار و چارت آسترولوژی تولدش میزان مقاومتش نسبت به سایر معالجات استعداد او در آسان هیپنوتیزم شدن و الهام درونی خودم نسبت به اینکه آیا راه هم درست است یا خیر هدایت می شدم. از زمان کاترین تا کنون در مورد دوازده بیمار از روش بازگرداندن آنها به زندگی های متعددی در گذشته استفاده کردم. هیچ یک از این بیماران روانی نبودند. هزیان نمی دیدند و چند شخصیت هم نبودند. همهشان به وضوح بهبود یافتند. هر دوازده بیمار نسبت به یکدیگر سوابق و شخصیت کاملا متفاوت و مختلفی داشتند. یک کدبانوی یهودی از سواحل میامی به وضوح به خاطر می آورد که در فلسطین مدت کوتاهی پس از رهلت عیسی مسیح مورد تجاوز گروهی از سربازان رومی قرار گرفته است. در قرون وسطا در فرانسه راهبه بوده و یک زندگی ژاپنی مهنت بار را پشت سر گذاشته. از میان بیمارانم فقط کاترین تنها کسی بود که می توانست پیام هایی از مرحله میانی دو زندگی یا برزخ انتقال دهد پیامهایش فوقالعاده روحانی بود او هم حقایق و رویدادهایی از گذشته را میدانست او حتی توانایی پیشگویی وقایع آینده را هم دارد پیامهای او از جانب روح خاصی میآید و من دائما در حال انجام دقیق فهرست کردن جلسات او هستم. من هنوز همان دانشمند هستم. همه مطالب او باید به دقت بررسی شود، ارزیابی شود و اعتبارش تایید شود. بقیه بیماران چندان نتوانستند ورای مرگ، ترک جسم و شناور شدن به سمت نور درخشان را به خاطر بیاورند. هیچ یک از آنها نمی توانست پیامی یا فکری را به من منتقل کند. اما همهشان خاطرات واضحی از زندگی های گذشته داشتند. یک دلال سهام بسیار باهوش زندگی خوش اما کسالت را در انگلستان عهد ملکه ویکتوریا به خاطر داشت. یک نقاش در دوران تفتیش عقاید در اسپانیا مورد شکنجه قرار گرفته بود. صاحب یک رستوران که نمی توانست روی پل یا داخل تونل رانندگی کند به خاطر آورد که در فرهنگ سرزمین های خاور نزدیک در دوران باستان زنده به گور شده بود. یک پزشک جوان مجروح شدن خود را در دریا زمانی که وایکینگ بود به خاطر آورد. یک مجری معروف برنامه های تلویزیونی 600 سال پیش در فلورانس شکنجه شده بود. و فهرست بیماران همچنان ادامه دارد. این اشخاص زندگی های دیگری را هم به همین ترتیب به یاد می آوردند. با رازگشایی زندگی ها علائم بیماری هم رفت می شود. اکنون هر یک از آنها که به درستی باور می کردند که پیشتر زیسته بودند و بعدها هم دوباره خواهند زیست ترسشان از مرگ از میان می رفت. لزومی ندارد که همه تحت گذشته درمانی قرار بگیرند یا به دیدن پیشگو یا مدیوم بروند آنها که علائم ناتوان کننده دارند باید گذشته درمانی شوند برای بقیه باز نگه داشتن ذهن مهمترین وظیفه است بدانید که زندگی بیش از آن چیزی است که چشم میبیند زندگی ورای حواس پنجگانه ما ادامه دارد پذیرای دانش جدید و تجربیات جدید باشید وظیفه ما یادگیری و خداگونه شدن از طریق دانش است من دیگر در بند تأثیری که این کتاب میتواند بر شغلم بگذارد نیستم. اطلاعاتی که به دست آوردم بسیار مهمتر از این حرف هاست و اگر مورد توجه قرار گیرد برای همه جهانیان بسیار مفیدتر از هر کاری است که من به طور انفرادی در مطبم برای بیماران انجام می دهم. امیدوارم آنچه در این کتاب خانده اید. به شما کمک کرده باشد ترستان از مرگ زائل شود و پیام هایی که درباره مفهوم حقیقی زندگی در این کتاب به شما عرضه شد شما را رها سازد تا زندگیتان را به سرشار ترین شکل سپری کنید. هماهنگی و آرامش درونی بیابید و با عشق به سوی هم نوعانتان دست دراز کنید. پایان کتاب